آقای کامران کامرانی، من که میدونم فکری، چرا همچی دعایی کردی؟ وجودش داشته باش بنویس، اصلا بیا والا ببینیم کی هستی، بیا والا، بیا برای ما و ملت بگو برای چی همچی دعایی راجع به ما کردی، بیا والا، بیا وجود کن، بیا والا. میگه کورش چشمی که نمیتونه ببینه سید جانو. سید به عشق خودت عکس گذاشتم، دورت بگردم فدات بشم، عشق منی داداش. آه حشمت عزیز، ها رو پدر مادر شما هم شد عزیز دل منی، براش درخواست فرستادم نمیاد بالا. آقا ایوب فدات بشم، دارت بگرده داداش، شماره یک ایران، همه شماره یک داداش، البته به خوباش، با شرفاش، با غیرتاش، ناموس پرستا و تن پرستاش، همش شماره یک کرد. مثل یارو کامرانه که اومده نوشته چرت و پرت گفته، اینا به در نخورا، اینا به در نخورا، اینا سرش رو تشت رو بزنی تو پارک دانشجو پیداشون میکنی، حلقه طلایی هست. از ایران هم که فرار میکنن میان اینجا کیس حلقه طلایی میدن، کیس حلقه طلایی رو دادن جواب گرفتن، بعد میان بیرون انجیل میذارن زیر بغلشون. پشمک های بی خاصیت، چرا وجود نکردی بیای بالا؟ بیا بالا، تو که داری به ما توهین میکنی، لاغت چش تو چش، بیا بالا، تو صورت من فش بده آقا جان، وجود کن. خب ببین، دوباره برات درخواست فرستادن، آقای کامرانه نمیدونم فلان فلان شده، خب یه بار دیگه برات درخواست میفرستن، نیومدی بالا، انگشت متحرکت میکنن، دوگر فشار میدم بری پارک دانشجو، اونجا تا صبح حال بدی به خلق الله. این دفعه سومه، نیومدی بالا، اونی که بهت گفتم. خب صورت نشون بده، نتت هم که ضعیفه، نتش هم ضعیفه مثل خودش، ولی ما تحتش قوی کار میکنه، ادای تنگار هم در میاره. سلام سلام همه عزیزای بزرگوارم، چی شد؟ پشمک خان بچه مزلف در پیتی، سلام، میگه این حرامزاده های وطن فروش کی تکثیر شد؟ من ننداختم، نت ضعیفه، تهت باد میده، بیا بالا، دوباره برات درخواست فرستادم. پشمک دوباره نیومدی بالا، این کامرانه جز باند پارک دانشجو، بیا والا، بیا والا، بیا، این پنجمین بار برات درخواست فرستادم، نیومدی، گفتم برو بیرون ازگل، برو بیرون، برو بیرون، جانم فدای رهبر، زنده با سید علی خامنه ای، زنده با جمهوری اسلامی ایران. انداختمش بیرون، میگه سید جان اینا دنبال باباشون هم جسارت اینا چند صد پدرن،
جمال همه تون عشقه عزیزای دل من. حسین نمیتونم بیام تک 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 اگه راه نمای کنی. آقا عزیز محمودی داداش من روی اسمت میزنم در خب درخواست الان برات میاد. خب اون وسط مینویسه go to live یا مثلا ورود بنمیدن به فارسی چی میشه. خب یه دکمه وسط اونو بزنیم یه ورود به لایو همچی چیزی به فارسی اگه به فارسی نوشتی. حاج حسن انداختمش بیرون بزرگوار. سلام بزرگواران عزیز دارتون میگردم. آقا محمودی دوباره درخواست میفرستم اون وسط یه دکمه میاد دوستان اگه به فارسی اگه به فارسی چی مینویسه اونا که مردم فارسی روی نیستا نوشته. آج بروز دارت بگردم آقا بهزاد فداد بشه. آقا بروز بلش کن انداختمش بیرون. یه نتونستی بیای بالا آقا محمودی. یه عده سه جسارت نموشه تون رو ماهی میبینم فاز 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 کوسه میگه یاد این چیزه افتادم. آقا مزفر یارو تبینه نشینه رو آبچایی قاطی میکرد تو کردستان نشسته بود آبچایی قاطی میکرد بعد میومد میگم ویش کی بگم بعد میگم بهش بگم حالا خانوم تو لایو نمیدونم میگو فاز کوسه رو یه جوری دیگه میگم. آقا نصیر دورت بگردم کرماشا کلن عشق منی میگه آقا تیک تاک را میگن. آها تیک تاک را میگی تیک تاک شما برنامهش نصب بکنن. من نمیدونم داخل ایران به چه وضعیه هرچند میدونم تیک تاک هم مثل اینستاگرام الان هر دوتاشون تو ایران فیلترن ولی کلا برنامه تیک تاک میشه 10-12 نفر رو همزمان میاری بالا و صحبت بکنی و یه مقدار ایزی تر و راحت تره ولی جنتلمن تر با کلاستر اینستاگرام اونجا خیلی درب و داغون. باش آقا محمودی دورت بگردم. روزای اولی که رفته بودم تو تیک تاک قدیمی ها که ما رو میشناختن تو اینستاگرام و یوتیوب اینا میومدن تهدید ما میکرد سید آلی پوش اومدی تیک تاک اینجا اینستاگرام نیستا اینجا تیک تاک فلانت میکنیم بیسارت میکنیم خدا شده شیش نفر هفت نفر لایو میذاشتن 10 نفر تو لایوشون بود. خب یعنی 6 نفر همزمان میوارد بالا مجبور 10 نفر تو لایو بودن 4 تا مهمان این برابر گذری رد میشدن میرفتن تو لایوشون بعد میوادن ما رو تهدید میکرد اینجا تیک تک اینجا اینستاگرام نیست سه لایو پوش فلان فلانت میکنیم به قول داش وحید مرادی خدا بیامرز میگم شما 10 نفری میشینین یه کمپوت نمیتونین باز بکنین یه لایف 6 نفری میذاشتن 10 نفر تو لایفشون نبود بعد ما رفتیم اونجا ترکونیم یه یادش بخیر 6 سال پیش. آقا ایوب دعای خوبی کردن نوشته الهی به حق 5 تن سایه رهبری تا سالیان سال بالا سر و مرشه الهی آمین. مجازی همه لاتنبان و دقیقن همه شیر و پلنگ و تابع قانون جنگل الانجا داریش از دورت بگردم. خلاصه داستانی داریم ما اونجا مثلا همین کلیپی که تو همین صفحه گذاشتم 1-2 ساعت پیش گذاشتم گیر داده بودم به تیشرت من گفتن هم اکثرا هم براندازن اینایی که خارج از ایران زندگی میکنن از تیک تاک استفاده میکنن
یه بار به قول من گیر دادم، میگه تو از جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنی چرا تیشرت آمریکایی تنت میکنی؟ اینگار مثلا من وسط تهران نشستم. خب آقا من تو اروپا نشستم چی بپوشم دیگه، و سعی میکنم بهترین مارک و لحاظ جنس و کیفیت بپوشم، حالا کاری نداریم. خلاصه اونجا بود که ما این کلیپ رو گرفتیم، اون لایف مال اون موقع است دیگه. حالا امروز به کوری چشمش اومدی برند سید آیپوش، تیشرت برند سید آیپوش پوشیدی، نظرتون چیه؟ سید من اول کرمانشاه سلام رسنم، افشین گیان دورت بگردم، هر بیشی کرال خاص کرمانشاه. میگه تو کار درسته، خیلی یارو سوزندی، هر دو بقیه رو برکن، دورت بگردم، عزیزی دارم علی. آقا به مولا، به چای خوردنمون، به راه رفتنمون، به نمیدن، به سیگار کشیدنمون، به تیشرتمون، آقا هر کاری میکنی به دیر میدن. خدا شاهده شده حکایت مولا نصرالدین و خرش، یعنی هر کاری بکنیم آقا اینگار فقط تو این فضای مجازی فقط سید آیپوش لایف میذاره. بابا بچه 3 ساله 4 ساله الان گوشی دستشه، خب از فضای مجازی استفاده میکنه تا 80-90 ساله. بابا ترامپ و بایدن هم از فضای مجازی استفاده میکنه، هر کاری میکنیم آقا فقط میان به ما میگه آقا نمیخوریم، میگفتن آقا گشنگی مرده، میخوریم میگه آقا تو چرا نشون میدی مردم گرسنه، مونی که عرق خوری و بیشرفی و بیناموسی یاد مردم میده نمیرن به اونا بگن آقا زشته این کارا نکن. مثلا ما میام غذا میخوریم، سوره حمد میخونیم، فاتحه رو میخونیم، تقدیمش میکنیم به شادی، برای شادی روح شهدامون، اسیران خاکمون، شب جمعه مثلا یادشون گرامی. خب بعد میان اینا میگن یا آقا تو داری ریا میکنی، تو چرا این کارا میکنی، زشته، مردم گشنه. میگم خب اگه مردم گشنه خب بلند شو در نونوایی برو آقا دو تا نون بده دست مردم، چرا وقت تو گذاشتی تو لایو من. خلاصه این در خونه ملکه است، این نمیدونم از چی میگیره، داستان داریم. خلاصه با اینا، خلاصه حرف من این بود که آقا ما هر کاری میکنیم، هر چیزی میکنیم فقط برای ما داستانه. بعد میان یه جوری با من رفتار میکنن انگار مثلا من رهبر جمهوری اسلامی ایرانم، رئیس جمهورم، یکی یه کاره ایم. میان داداشیم منم یه شهروندم، منم یه انسانم، ولی بالاترین چیزو وطن پرستی و ناموس پرستی رو میدونه. آقا اینقدر راجع به وطنتون بد نگین، پیش غریبه ها نگین. آقا یه اتفاق بد یا یک خدای نکرد یه چیز داخل خونه میشه، شما میرید به در همسایه میگی، میری تو کوچه خیابون جار میزنی، میگی آقا داخل خونه ما مثلا امروز مثلا پلا نداشتیم، سیب زمینی خوردیم، شما میری میگی اینو؟ نمیگی، حریم خصوصیته، حرمت داره، لزومی نهر مردمونه. ایران بزرگ ما هم مثل خانواده بزرگ ماست، یاد گرفتن هر جا میرن آبروی ایرانو میبرن. اینا اگه غیرت داشتن این کارها رو نمیکردن. تازه از صدقه خیر و برکت جمهوری اسلامی ایران دارن از در خونه ملکه و سوشیال به قول خودشون دارن پول میگیرن. الکی اومدن اینجا میگن آقا ما ضد جمهوری اسلامی ایران، دارن پول میگیرن از اینا. بازم خیر برکت جمهوری به اسم خیر به اسم جمهوری اسلامی ایران بازم خیر برکت بهشون رسیده. و اینا می اومدن اینجا چی میگفتن؟ میشینن شب تا صبح عیب و ایراد از جمهوری اسلامی و ایران میگیرن، آبروی ایران همه جا میبرن. یه مردم هم غیرت داشته باش، نکن این کارا رو. میگه جنگ بین وطن پرستی و وطن فروشی، اخلاق مداری و بی اخلاقی، خانواده دوستی و بی خانواده جمهوری اسلامی بهانه شده. دقیقا من همیشه راجع به این موضوع صحبت کردم، خدا وکیلی.
خب دوستان، من مهمان برام اومده، اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص میشم، همه شما رو به خدا میسپارم. دوستتون دارم، شب جمعه خیلی خوبی داشته باشین، جاتون تو قلب سیدار بشه. یا علی.